به نام خدا و عرض سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتان. برنامه پختوپز است و امروز براتون یک غذای داشی آماده میکنم که شما شاید این همه مکرونی را آماده نکرده باشین. یک مکرونی بسیار مزه‌دار، خوشتم و انواع ترکاری هم همراهش اضافه میشه. در پالش همراه این همه غذای ما چکه، پنیر، بسیار چیزای نو است که استفاده میشه و این مردم اروپا زیادتر آماده میکنن. ما خواستیم که امروز براتون آماده کنم و تا شما هم این رو آماده کنین و نوش جان کنین. بسیار یک مکرونی خوشتم و خوشمزه. با امید از اینکه شما همیشه وقت غذای مختلف و متنوع آماده کنین و این برنامه بر شما است تا شما برنامه رو ببینین و غذایی که ما آماده میکنم همچنان شما آماده کنین. بیاین که مواد لازم شه ببینیم چگونه مواد لازمش، کدام مواد استفاده میشه و طرز تهیش هم دلا بلای برنامه متوجه باشین. مواد لازم شه است: مکرونی یک پاکت، لوبیا 500 گرم، ربع دو قاشق مکرونی اضافه میکنیم. خب آب استاد جوش میخوره، آماده هست. ما مکرونی را یک پاکت اضافه میکنیم و مکرونی به این شکلش ما گرفتیم. اگر شما دوست دارین که به این شکل مکرونی را روشجان کنین بسیار خوب است. اکثر دوستان ما ببینین وقتی که مکرونی را در بازار میرن در دکان اما شکل مختلف داره، اما طعمش یک چیز است. هر شکلش که شما دوست داشتین از اون استفاده کنین، نوشجان کنین. اضافه میشه مکرونی اضافه کردیم و یک باری را مخلوط میکنیم. مقدار لازم نمک اضافه میکنیم. نمک همیشه وقت به مقدار لازم استفاده میشه، یک قاشق غذاخوری نمک. و نمک در ابتدا شما اضافه کنین به خاطر طعمش بسیار خوب است که شما از نمک استفاده کنین. خوب نمکی آماده میشه مکرونی وقتی که جوش میخوره، هم آب نمکی شد. در اون حالت باز آستاستا مکرونی خوب جذب میکنه آب نمک داره، به اون خاطر باز خوبتر آماده میشه. و در لوابش دوباره باز یک مقدار نمک کمتر پرتین، چون که در آب جوش نمک انداختین باز نمک بیشتر نپرتین که غذا شور نشه. و نمک چینایی 4 مساله از چوبه هم استفاده میکنیم. قسمی که شما میبینین نمک چینایی تقریبا یک قاشق قوار غذاخوری گرفتیم و در پولیش یک کمک 4 مساله است و زردچوبه بسیار کم. همیشه و خبه قدر مساله که ما ضرورت داریم در برنامه میگیریم و استفاده میکنیم. روب و روب که است برای رنگ غذای ما بسیار خوب است و یک بسیار رنگ خوب میته، بسیار هم روشن و خوشمزه تر میسازه شه. بیاییم استاستا بخیر عرات روشن کنیم و عرات کرای دیگره. روغن به مقدار لازم اضافه شده، بسیار کم روغن استفاده میکنیم در غذا. و این قالب یا دیشه که شما میبینین ناسوز است، از این استفاده میکنیم. و وقتی که کل چیز آماده شد بعد از او باز که مکرونی یا صاف میشه و لواب یا که آماده شد با ادامه برنامه ما باشین که در کدام کار را انجام میتیم. در داش بازی را ما دم میتیم و آل دیشه همجا میمانیم. چه خوب است که بانجان رو میره بگیریم. در این غذا شما اگر خواسته باشین مطابق میلتان میتونین از پیاز استفاده کنین، اما ضروری نیست، حتما نیست که شما حتما استفاده کنین. غذایی است که مثل ما شما دو پیازه جور میکنیم، شوروا جور میکنیم، دو باز یک ذره دیگه پیاز اگر نباشه اما غذای ما خوشتم و خوش رنگ نمیه. و چه خوب است که بانجان رو میره ریزه کنیم. و کسایی اگر مکرونی داشی با گوشت مرغ جور کردن با شما حتما کوشش کنین نسیر استفاده کنین، به خاطر از این که میخوام بیا که گوشت مرغ برطرف کنه. اگر از لوبیا استفاده میکردین مشکل نداره، اگر استفاده میکنین نکردیم و فرق نمیکنه. و روغن هم داغ شده اضافه میکنیم. بانجان رو میره و بانجان رو میره اضافه میکنیم. بانجان رو یک مقدار سرخ شد، به ادامهش آست آستا بخیر رو با آماده میکنیم. و پنیر که از پنیر خوب کوشش کنین تراشک کنین، اگر یک ذره سرد باشه راحت تر تراشک میشه. بازم مشکل نرم تر هم بود یک مقدار تراشک شد دیگه شو میتونین آست آستا خوب بگیرین ریزش کنین همراه کارد، مشکل نداره. و مرچ دلمه را آست آستا ریزه میکنیم. مرچ مساله را به شما نشان دادیم. مکرونی آبش جوش آمده، یک باری را مخلوط میکنیم. خب به این ترتیب مخلوطش میکنیم.
این دیگه استاستا بخیر خوب مخلوط میشه، آماده میشه و این برای 20 دقیقه میمانیم تا خوب نرم شوه، آماده شوه. وقتی که نرم شد در جریان برنامه باز این رو میگیریم صاف میکریم. استاستا مرچ دلمه را ریزه میکریم. مرچ دلمه البته در کرایی سرخش نمیکنیم، صرف کمی اضافیش کردیم. بعد از او باز عرات خاموش کنید. مرچ دلمه دوباره در داش هم دم میگیره، آماده میشه و از رنگ جگریش استفاده کردیم. یک رنگ بسیار مقبول داره. و تا که مرچ دلمه را مریزه میکنیم و آماده میشه، با هم یک جای میریم، وقتی کوتا را میبینیم دوباره برمیگرد. بعدم برنامه خوش آمد دوستان عزیز. و بانجان میرم یک مقدار سرخ شده، قسمی که به شما گفتم حرارتش کم کرد، کم ساخته بودم. و مرچ دلمه را زیاد سرخ نمیکنیم، برای یک دقیقه ایره اضافه میکنیم. مساله ای که شما بر شما گفتم، منم چینایی چهار مساله از زردچوبه را هم اضافه میکنیم و خوبی را میکس میکنیم. و حالا استاستا بخیر آماده میشه. تا که یک دقیقه سپری میشه روب آماده میسازیم. روبم دو قاشق غذاخوری اضافه شده. همیشه وقت روب یک مقدار بیشتر در این غذا استفاده کنین، برای طعم غذای بسیار خوب است. اضافهش میکنیم، یک مقدار آب همراهش هست و یک ذره خوب برین رقم مخلوطش میکنیم. مخلوط شده و راحت تر آماده میشه. حالا دیگه عرات بیشتر میسازیم. همین که جوش خورد حرارتش خاموش میکنیم. بعد از اون دیگه ضرورت نداره یه حرارت ببینه. لوبیا رو اضافه میکنیم امرایش و لوابش به می اندازه کفایت میکنه، بیشتر از این لوابش هم نباشه. همین یک مقدار آبی که در کاسه اضافه میکنیم به اون اندازه خوب است. و حالا دیگه آستاستایی آماده میشه. مساله رو هم اضافه کردیم برای یک دقیقه خوب جوش بخوره. مکرونی رو میبینیم که آماده شده یا خیر. همیشه وقت کوشش کنید که هر غذایی که ما آماده میکنیم و شما هم آماده کنید تا به فامیلتان یک غذای نو آماده کنید. یک مقدار نمک من قبلا اضافه کرده بودم، ولی بسیار کم اضافه میکنیم به این اندازه که غذا نمکی است. مکرونی ضرورت زیاد نمک نداریم، نمک باید به مقدار لازم اضافه شود. ظرف اضافه را جمع میکنیم و چه خوب است که آستاستا قسمی که شما میبینید چکر آب کرده بودم آماده هست و در این کاسه اضافهش میکنیم. و اکثر دوستای ما چکر یکمک سختتر اضافه میکنن به می اندازه، ما میخوایم که کم ذره آب داشته باشه تا خوب راحت تر امرای مکرونی خوب میکس شوه. خوب اینا میکس میکنیم و حرارت خاموش میکنیم. لوابش هم آماده شده، این ترتیب خوب میکس میشه و ظرف های اضافه را دوباره جمع میکنیم. یک کاسه کلانی را خوب میکس میکنیم. این رو میتردیم. آستاستا آماده میشه. چکیش هم تقریبا 400 گرام از 400 گرام چکه کفایت میکنه و چکه بسیار خوب است برای نوع غذای ما. حتما از چکه شما استفاده کنین. پنیر پیتزا را که شما دیدیم در اینجا هست را آماده میکنیم و خوب ریزه ریزیش میکنیم. چون نرم شده این را تراشک کرده نمیتونیم و شما هم کوشش کنین که این را خوب آماده کنین. ببینید به این ترتیب ریزیش میکنیم. در یخچال اگر چند دقیقه شما یخچال در خانه داشتین، در یخچالی را بانید. وقتی که غذا را در اخیر آماده میکردین تراشکش کنین، بسیار خوب تراشک میشه و آماده میشه. ولی دوباره ریزیش میکنیم، یک قسمت میمونیمش و آستاستا دیگه نوبتی است که قالب بیاریم و غذا رو بخیر تزیین کنیم. ظرف های اضافه رو در قسمت میمونیم، دوباره با جمعش میکنیم. و چه خوب است که مکرونی رو بگیریم. یک مقدار مکرونی زیاد میشه. به این ترتیب و آله آستاستا به می شکل مکرونی چکه همگیش اضافه میشه.
شکر یک ذره تیره تر است، قسمی که با شما گفتم تیره تر اضافه کنید، زیاد آب نکشه. خب در قسمت های اضافه میکنیم. این هم خیر. و آلم نوبت لوبیا است. لوبیا رو میگیریم، اضافه میکنیم. بسیار یک مکرونی مزه‌دار، خوشمزه. شما هم کوشش کنید را آماده کنین، نوش جان کنین. و قسمی که شما میبینین دیگه من یک ذره عجله دارم که زودتر و خیر آماده شوه، همراه همکارا یک جای نوش جان کنیم و شما هم کوشش کنین این را آماده بکنین. یک مقدار پنیر اضافه میکنیم و این چسبیده دوباره میتونین جدا کنین به این رقم. ریزه اضافه میشه. پنیر پیتزا است. اکثر دوستا فکر نکنن که روغن چربی است یا روغن گوسپند، نیست تک دوستای عزیز. و نوبت مکرونی است. باز هم مکرونی اضافه میشه. قسمت وسطش اضافه میکنیم. چهار طرف خوب عوارش میکنیم. به این رقم خوب یکمک فشار شام میتیم تا خوبتر آماده شوه. و آل دیگه استاد بخیر شکر اضافه میکنیم. شکرم به این ترتیب همگیش اضافه میکنیم. خب انوارش میکنیم. چهار طرف شکر اضافه شوه. لوبیا، باز هم لوبیا اضافه میشه. و یک مقدار مکرونی مان، بیشتر از این ما نمیتونیم اضافه کنیم. اگر یک لای دیگه مواد است، مکرونی، پنیر، همه مواد داریم، خوب است که دیگه اضافه نکنیم، باز در دیش جایی نمیشه. این قسمت هایش اضافه میکنیم. با امید از اینکه شما بیننده بودین و اینه و غذای خوشمزه را آماده کنین، نوش جان کنین. و آن نوبت چی است دوستای عزیز؟ میفهمین؟ البته نوبت پنیر است امرای چکرده. این قسمت ها مندازیم، رنگ و رنگ همینطور مقبول معلوم شوه. حال چه خوب است که پنیر اضافه کنیم. این قسمت هایش اضافه میکنیم. این هم خیلی آماده شد. بعد این قسمت ها مندازیم پنیر. بسیار زیاد کوشش نکنین که پنیر در قسمت های نزدیک تر بیارین، به خاطر از اینکه باز یکمک خود نرم میسازه و قالب یا دیشه سر میکنه، واضی که نرم شد. و بسیار یک رنگ خوب کشیده. دست چی خوب از بریم طرف داش. این را برای 15 دقیقه در داش دم میتیم. بعد از دم دادن بخیر آماده میشه و نوشجانش میکنیم. شما هم کوشش کنید را آماده کنین، نوشجان کنین. و یک مقدار لوبیا و مکرونی که مانده این را میتونین که آستاستا به امروی زمین میکس کنین، نوشجان کنین. و در داش ایره ماندیم از طرف خانه پالایش یک ذره زیادتر درجه باشه خوب است، از پایین رو قدر درجه حرارت ما ضرورت نداریم. و سر میزم دیگه آستاستا تا که جمع میکنیم آماده میشه. وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگرد. و چی خوب است که آستاستا بریم طرف داش و غذای ما کاملا آماده شده. و کسایی که دوست داره پنیر یک کمک زیادتر میخواین که سرخ شوه، بازی یک کمک قاق میشه، اما به نظر من پنیر باید زیادتر سرخ نکنین، چرا که پنیرش اگه زیادتر سرخ شد طعم پنیر پیزا از بین میره. حتی شما اگر پیزا خورده باشین، در حتما خوردین دوستا، و یکی از دوستای ما خنده کرد پیزا خوردیم، یک دیده باشین یک مقدارش پنیرش اگر زیاد سرخ شده باشه مزه نمیده، و قدر پنیرش اگر نرم تر باشه، کم رنگ داشته باشه، بسیار خوب است و خوشمزه تر میه. میره طرف داشت. به 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 به، بسیار یک رنگ خوبه داره و بسیار منظم آماده شده. همیشه وقت از داشت که غذا را بیرون میکنین کوشش کنین که نسوزین و حرارت خاموش میکنیم. حرارت که خاموش کردیم، بعد از اینکه آستاستا داش هم سرد میشه، آماده فردا میشه. اگر خود مغزای داشی داشته باشیم حتما در داش آماده میکنیم، نداشتیم در دیگه هم میتونیم کیره آماده کنیم. و این رو ببینین چقدر یک رنگ منظم خوب
داره، ضرورت نداره برای از اینکه ما این را تزیین کنیم، برای تزیینش هیچ کدام ضرورت نیست. این قسمت ها رو شما ببینید، تو یکمک پنیر رنگ خود تغییر کرده، به این اندازه که تغییر داد ضرورت است. بیشتر از این اگر سرخ شوه رنگ مثل روب یا لوبیا رو به خود بگیره دیگه، قسمی که در ابتدا برتان گفتم بازم طعم خود خوبتر نمی سازه. و وقتی که نوش جان میکنین بسیار هم توی غلیز و بسیار پنیرش هم مقدر مزیاد ننداختیم، خارجی ها خیلی پنیر بندازه که مکمل وقتی که سرخ میشه آماده میشه است روی مکرونی پنیر پر میباشه. اما بینی میاندازه بسیار خوب است، چاک کننده است. همیشه وقت باید کوشش کنیم که زیادتر وقت از پنیر زیادتر استفاده نکنیم، بسیار زیاد چاک کننده است و کمتر نوش جان کنیم تا وزن زیادتر نشه. و با امید از اینکه شما هم برنامه را دیده باشین و این برنامه را شما هم آماده کنید، این غذا را آماده کنید تا همراه فامیلتان نوشی جان کنید. برنامه بعدی براتون کوشش میکنم غذاهای دیگه همینطور یک غذای مقبول خوشمزه براتون آماده کنم. کسایی که مکرونی را این نوع را آماده نساختن کوشش کنید یک بار آماده کنید تا ببینید که چقدر یک طعم خوب و خوشمزه آماده میشه. و این با در بازار همیشه وقتی برین این مواد دست از شما هست که شما میتونید مواد بگیرین، چکس، مکرونی، لوبیا، بانجان رومی، مشت دلمه و از پیاز استفاده نکردیم. اگر شما دوست داشتین میتونید از پیاز هم استفاده کنین. اکثر دوستای ما از گوشت سرخی استفاده میکنن، اونم باز بخیر برنامه بعدی براتون جور میکنیم. البته همیشه وقت غذا رو که ما جور میکنیم از هر نوع ترکاری و گوشت باب شما میتونید اون را ترکیب کنید، جور کنید. این نیست مهم که حتما ما امروز از لوبیا استفاده کردیم، شما بینید هم از لوبیا استفاده کنید. یکی از دوستای ما شاید خوش نداشته باشه لوبیا را، میتونه از کدوگک استفاده کنه، کدوگک خوب سرخ کنن، منظم ریزه ریزه جورش کنه، از بانجان سیاه، گوشت سرخی، گوشت سفید و حتی از گوشتای ماهی لقه هم میتونید شما استفاده کنین، چرا استخوان نمیداشته باشه. و هم قسمت های تیره کلانش دور میکنین، سرخش میکنین، به ادامهش هم اضافه میکنین. با امید از اینکه شما برنامه را دیده باشین و اگر ندیدین فردا به خیر حتما برنامه را ببینین. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا میسپارم. شاد و خرم باشین، خداحافظ.